سلام و وقت بخیر. با خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز شنبه 30 جدی سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 جنوری سال 2024 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها. دلیل مشکل تراشی های پاکستان در ترانزیت مسئله دیورند خوانده می شود. نورالدین عزیزی می گوید پاکستان همواره مسائل سیاسی را با ترانزیت مرتبط می سازد. خواست تازه آمریکا از حکومت سرپرست افغان. جان کربی می گوید حکومت سرپرست افغانستان تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده. و جان باختن 13 تن در نتیجه یک آتش سوزی در یک مکتب در ایالت هنان چین. هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. حکومت میگوید پاکستان با افغانستان به دلیل مسئله دیورند در ترانزیت مشکلات را به میان میآورد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید پاکستان به شمول خط دیورند مسائل سیاسی را با افغانستان مرتبط به تجارت میسازد و با انسداد راههای ترانزیتی در صدد اعمال فشار بالای افغانستان است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت هرچند از دوام گفتگوها بر سر بازگشایی راههای ترانزیتی با پاکستان سخن میزند، اما به گفتهاش تاکنون در این زمینه به کدام نتیجه جای مطلوب دست نیافتند. از مسدود نمودن راه‌های ترانزیتی از سوی پاکستان برای افغانستان در حدود یک هفته می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ چراغ سبز برای باز شدن دوباره این راه‌ها نشان دادن نشده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مصاحبه اختصاصی با شمشاد می‌گوید که پاکستان مسئله خط دیورند و مسائل سیاسی دیگر را با ترانزیت مرتبط می‌سازد و تلاش می‌ورزد تا برای رسیدن به نتایج ملموس در زمینه حل مسائل مذکور با مسدود ساختن راه‌های ترانزیتی و ایجاد مشکلات بالای حکومت سرپرست افغانستان فشار بیاورد. موضوعاتی است که البته نامش ما نمی‌گیریم بین افغانستان و بین پاکستان وجود داره که از سال خاص در کشمکش است. بعضی مسائل سیاسی است، مسائل دیورند است، مسائل بعضی که پای دیگه است که در بین افغانستان و در بین پاکستان ناحل است. واقعیت گپه می است. اگر بنیاد گپه بسنجیم همینطور یک مسئله است حقیقت. به گفته مسئولین در حال حاضر 4000 موتر باربری مملو از مواد در دو طرف تورخم متوقف شدند و سوی پاکستان اجازه عبور دادن نمی شود. عزیزی می گوید حل بسیاری از مشکلات در کوتاه‌مدت سخت و دشوار است که تصمیم روی آنها به فیصله مردم بستگی دارد. که دا دی رفرندوم طرف نکیگی، که دا دی گفت و شنود نکیگی، که دا دی جرگو سخه کیگی، که دا حل لاری کیگی، دا دی ملت سرنوشته، دا ملت پکار دی چی پا دی موضوعات و مسائلو که اقدام و کی، پا دی موضوعاتو که ملت پکار دی چی و تصمیم مونیسی. نورالدین عزیزی میگوید که روی میکانیزم کار جریان دارد که با تکمیل شدن آن با شماری از کشورها مشکلات تجارتی حل خواهد شد. او میگوید که حکومت تلاش دارد تا با طرف پاکستانی روی باز شدن راه تورخم گفتگو نماید تا این راه بدون کدام مشکل دوباره برای تجاران افغان باز شود. البته با یک میکانیزم خاص. امروز جانب پاکستان میخواهد که باید دریورای افغان و کلینرای افغان و تجارها باید با ویزه داخل افغانستان شوند. روی بعضی موضوعات از این روی جزئیاتش ما بحث میکنیم، انشاءالله بحث داریم، کوشش میکنیم که مسائل به خوبی و بهتر و به نفع افغانستان و به نفع هر دو کشور حل شوند انشاءالله. این در حالی است که پاکستان به یک بارگی تمام راههای ترانزیتی خود به افغانستان را بسته است که با این حال کار تجارت میان دو کشور به صفر رسیده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که روی راههای چین و آسیای مرکزی به عنوان راههای بدیل پاکستان کار میکنند، اما تلاش دارند تا مشکلات موجود را با پاکستان حل نمایند. آمریکا بار دیگر خواهان عملی شدن تعهدات از سوی حکومت سرپرست شده است. شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که تشکیل حکومتی، احترام به حقوق زنان و قوانین جهانی باعث ادغام مجدد افغانستان با جامعه جهانی خواهد شد، اما میافزاید که حکومت سرپرست افغانستان تاکنون این تعهدات را عملی نکرده است. اما سوی دیگر حکومت سرپرست این ادعاها را رد میکند و آمریکا را به عملی نکردن تعهداتش در مقابل افغانستان متهم میسازد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری تازه بار دیگر از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که به تعهدات خود عمل نماید.
او گفته است که امارت اسلامی پیش از رسیدن به قدرت تعهد کرده است که به حقوق زنان و دختران و قوانین بین المللی احترام می گذارد. اما به گفته او این تعهدات تا کنون عملی نشده است. طالبان اگر می خواهند در ستیج های بین المللی جدی گرفته شوند، مکلف هستند تعهدات را که قبل از رسیدن به قدرت داده بودند عملی کنند، که رفتار مناسب با زنان و دختران و احترام به قوانین بین المللی شامل آن است. اما تا کنون شاهدان نیستیم که آنان این تعهدات را عملی کرده باشند. اما امارت اسلامی این ادعاها را رد می کند و می گوید که حکومت سرپرست در جریان بیش از 2 سال گذشته تمام تعهدات خود را عملی کرده است. مسئولین امریکا را متهم می کنند که برخلاف تعهدات خود عمل کرده است و نتوانسته از تعهدات خود در مقابل حکومت سرپرست افغانستان را عملی نماید. د افغانستان اسلامي مر ټول هغه کړې ژمنې چې دي نړیوال ټولنې سره یا د امریکایانو سره یې درلودې هغه عملي کړې دي. دا امریکایان د تر اوسه پورې ژمنو کې پاتې راغلي دي او هغه ژمنې چې دوی باید ترسره کړې وای تر اوسه نه دي ترسره کړې. د افغانستان د اسلامي مر سره تعامل عادي کړی نه ده، لا تر اوسه هم تحریمات مسؤولینو باندې باقي ساتلي دي. د افغانستان پیسې کنګل کړي او غصب کړي دي. د افغانستان د رسمت مخلو رسمت پیژندلو په وړاندې باندې خنډونه ایجاد کړي دي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ افغانستان ته نه ده سپارلې او داسې نور هم دوی په صادقانه ډول د افغانستان سره تروس تعامل نه لري متاسفانه. از سوی دیگر شماره از کارشناسان امریکا و جامعه جهانی را به دلیل متهم می کنند که با مسئولین کنونی افغانستان عقده ای رفتار کردند و خلاف تعهدات دوحه عمل نمودند. با باور آنان دو طرف برای رسیدن به تعامل همه تعهدات خود را عملی نمایند که پیش از رسیدن به قدرت روی آن توافق شده بود. این صحبت امریکایی ها مایسوری سیاسی هست. با جمهوریت هم تا سال 2024 و قرارداد مذاکره بودند که در افغانستان می باشند و حمایه می کنند. تعریف منافع کشورها روابطشان را تنظیم می کند. اگر امریکایی ها همین لحظه هم تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری اعمال شود، لحظه ای او دریغ نمی کنند. امارت اسلامی په ښکاره توګه دی دوه تړون ټول موارد خبری رسانی لاله نه ولست ورسوي چې بیا وخت کې سرګند شي چې ملامت سوک دی. این نخستین بار نیست که امریکا و جامعه جهانی از حکومت سرپرست میخوان تا به تعهدات خود عمل نماید. پیش از این نیز این کشور از امارت اسلامی به دلیل انتقاد کرده بود که برای رسمیت شناختن حکومت سرپرست مانع ایجاد کرده است، چیزی که بارها امارت اسلامی آن را رد کرده و امریکا را به بهانه جویی متهم کرده است. وزارت های معرف و تحصیلات عالی به سطح کشور از 50,000 طالب العلماء امتحان عقد کرد. در امتحان عمومی مذکور شاگردان مدارس به هر سطح اشتراک کرده بودند و بعد از تثبیت برای آنان اسناد علمی مکاتب و پوهنتون ها در سطح های مختلف داده خواهد شد. از سوی دیگر شماره از اساتید پوهنتون ها می گویند که امتحان مذکور باید در نتیجه مقایسه نصاب ها به اساس معیارهای تعریف شده انجام و متقاضیان آن تثبیت سویه شوند. وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی به همکاری مدارس جهادی و شورای علمای دینی به سطح کشور از شاگردان مدارس امتحان عمومی را عقد نمود. در این امتحان 50,000 طالب العلم اشتراک کرده بود که در آن از شاگردان درجه های ثانوی، عالمیه و عالیه در ولایت‌های مربوطه آنان امتحان مذکور عقد گردید. مسئولین وزارت تحصیلات عالی میگویند امتحان مذکور در 3 کاتگوری عقد گردیده است و به کامیابان این پروسه اسناد صنوف 12 لیسانس و ماستری داده خواهد شد. کل ولایتونو که در عالمیه، عالیه او خامسی درجه ازموینه اخلی. در یادوان ورده چی په یاد ازموینه که تقریبا 50,000 کسان گدون کوي. لله الحمد در ورز دکر وزارت او پهن وزارت لخوا تاکل شوی تیمونه طول ولایتونو تا استول شوی دی او بشپړ چمتوالی لري. مونږ ټول علما کرامو او طالب العلمانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې یاد پروسه به په کامل شفاف او عادلانه توګه ترسره کیږي. اما اساتید پوهنتون ها میگویند نیاز است تا قبل از این امتحان نصاب های مدارس و مکاتب با هم مقایسه شوند و در نتیجه آن به هدف تثبیت سویه شاگردان معیارها تعریف شود. نو دوی ته باید یو لړ معیارونه وټاکل شي. د هغو معیارونو په اساس سره بیا د دوی نه ازموینه واخیستل شي او مشخصا په همدې هغه کې دا برخه کې که دوی ارزیابي شي په مشخص همدغه برخه کې دوی ته اسناد ورکولی کیږي. نو دې دپاره باید یو لړ خاص معیارونه ټاکل شوي وي مخکې له مخکې، ځکه چې که چېرته دوی ته مثلا د لیسانس سند ورکولی کیږي، د کوم معیار په اساس لیسانس سند ورکولی کیږي، آیا د دوی
تیر شوی نصاب چې دوی په کوم نصاب باندې درس ویل دي د مدارسو نصاب آیا دا د شریعت د پوهنځي له نصاب سره څومره مساوي ده؟ برخی دیگر از کارشناسان میگویند این گونه اشتراک کنندگان این امتحان نصاب تعلیمات دینی را فرا گرفتند، پس در همین بخش تثبیت سویه و همچنان به هدف تحصیلات عالی در پوهنتون‌ها در پوهنځی شریعت جذب می‌گردند. او ورته نورو پوهنځیو کې دوی زده کړې وکړي، نو بهتره به دا وي چې تر څو پورې اسلامي عمارات د مدرسو په نصاب کې البته عصري علومو ته هم ځای ورکړي، نو په راروانه کې به البته دغه زده کوونکي وکولی سي چې په عصري علومو کې په سطح د انجینري، ډاکټري، طب او سره داسې د حقوقو، تجارت او اقتصاد په بخش کې به هم انشاءالله چې دوی ډیر مثبت مؤثره او ډیر یو پیاوړي زده کوونکي او البته د افغانستان یو سرمایه به تر دوی څخه جوړه سي. این امتحان در حالی از شاگردان عکس میگردد که از 2 سال بدین سو درب مکاتب و پوهنتونها برای دختران مسدود است و با وجود خواستهای مکرر مردم باز هم به دختران اجازه داده نشده تا به مکاتب و پوهنتونها بروند. افغانستان برای تبدیل شدن برای تجارتی آسیای مرکزی غور می کند، اما تلاش دارد که مشکلات کنونی را با پاکستان نیز حل نماید. بر اساس گزارش رسانه های پاکستان، پس از مزدور شدن راه ها با افغانستان، تجارت میان پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز متوقف گردیده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید با آنکه از زیانهای وارده بابت مزدور شدن این راه معلومات دقیقی در دست نیست، اما با گفته وی فیصله اخیر پاکستان خسارات زیاد را به هر دو طرف وارد کرده است. 8 روز می شود که پاکستان تمام راههای ترانزیتی و تجارتی خود را به افغانستان مسدود کرده است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، پس از مسدود شدن راه‌ها با افغانستان، تجارت میان پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی متوقف شده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که از اقدام تازه پاکستان، خسارات وارده به تجاران کشور معلومات دقیق ندارد، اما تأکید میکند که دوام این معضل میان پاکستان و افغانستان به زیان دو طرف تمام میشود. آمار دقیق در دسترس نداریم، طبعا بر دو طرف تاوان است، هم در ترانزیت ما تاوان است و هم در تجارت دو طرفی ما تاوان است و هم خصوصا تاوان به اکثر اقلام زراعتی که سری الفساد است زیادتر تاوان به هر دو طرف میرسه. ما خواهشمند هستیم که از هر دو طرف مسئولینی که است، ما خودم هم که در مذاکره هم رایش آن هستیم، هر 4 جلتر کنار بیاند و این مسائل باید حل شوند. با گفته او تلاش ها جریان دارد تا راه ها با چین و آسیای مرکزی به عنوان راه بدیل پاکستان برای تجارت استفاده شود، اما کوشش دارند که مشکلات موجود با پاکستان را حل نمایند. نه تنها راه بدیل چابهار، بلکه راه هایی که افغانستان داره با آسیای میانه داشته باشه، یا حتی راهی که ما بتانیم اگر امکانات پیدا بکنیم به امید پروردگار همراه چین یا کوریدور واخان همچنان باید ما باز داشته باشیم. راه ها زیر کار است و خودت معلوم است که زمانگیر است، ولیکن ما در قدم اول کوشش ما، برنامه ما، تماما توان ما به می است که یک راه تاریخی که ما از طریق بندر کراچی داشتیم هیچ وقت بروی افغان ها، بروی ترانزیت افغانستان باید بند نشه. تجاران افغان تاکید دارند که پاکستان پس از مسدود کردن راه ها بسیار خساره می بیند، اما تاکید دارند که مسئولین دو طرف برای حل مشکلات باید به صورت اساسی بحث کنند. با این حال کارشناسان تاکید دارند که در دراز مدت یافتن راه های بدیل تجارتی اقدام خوبی است، اما می گویند که برای حل مشکلات کنونی با پاکستان باید راه حل اساسی جستجو شود. من فکر می کنم که خود کراچی، واگه و چابهار و سایر برادر از خود امتیازات خاص داره که نمیتونه که الترناتیف کسی دیگه شوه، ولی در صورتی که اگر چنین شوه ما مجبوراً باید بریم به سوی ساخت بنادر یا به سوی تجهیز او بنادر که میتونه اگر الترناتیف خوب برای کراچی و واگه باشه. اوسنوی شرایطو که دی پاکستان اگر کم توی کسی مرکزی اسیات اطلل تر دیر حد آغا زیان وینی آغا زیان لیدلی دا او دوی تر دیر په میلیون ها روپی زیان آوری، نو دا د دې لپاره باید واړه حکومتونه زر تر زر لاس په کار سي. سپین بولدک، تورخم، غلام خان، عدی انگور و دنده پتان آن راههای ترانزیتی هستند که از 8 روز به این سو از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند. بانک مسئولین پاکستانی خسارات وارده زیاد به آن طرف را تایید می کنند، اما تا کنون گفتگوها برای حل این معضل بی نتیجه بوده است.
دهقین در بلخ با نبود سردخانه ها برای نگهداری محصولاتشان روبرو اند. آنان میگویند به دلیل مشکل مذکور مجبور هستند تا محصولات زراعتی و میوه‌جات تازه را با بهای اندک قبل از زمان آن به فروش برسانند. مسئولین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میگویند تلاش میکنند تا مشکلات دهقین را با نهادهای همکار متعدد در میان بگذارند. نبود سردخانه ها در کشور کدام معضل تازه ای نیست. سالها می شود که این خلا در بخش زراعت هنوز هم پر نشده است. باغداران و دهقین در بلخ به دلیل نبود سردخانه های معیاری مجبور هستند تا محصولات زراعتی و میوه‌جات تازه ایشان را با بهای اندک قبل از وقت در بازارها به فروش برسانند. در عین حال دهقین از نبود سردخانه های معیاری در ولایت بلخ شکایت می کنند و از حکومت می خواهند تا به حل این معضل توجه جدی نماید. منطقه ما که سردخانه نداره، یعنی به این خاطر ما محصولات و محصولات خود در وقت زمانش که میرسه میکنیم و بازار میبریم و در مارکت ها ارزان سودا میکنیم دیگه. یعنی ما سردخانه نداریم. سردخانه که شخصی است، او شخصی است. اگر دولت که مثلا دهقان و کشاورزی و همکار باشه، مثلا مال ما یک رومی ما را یک بامی ما را یک چیزی ما را برای سردخانه بمونه، مثلا یا پیازی ما مردم میشه. مثلا یک کیلو رومی در چند است از پاکستان میاد یا از ایران میاد، در سر ما مردم میفروشه. فکر کنید کیلوی 100 روپیه یا 80 روپیه. تاون دیقان پوره نیست که بره ما مثلا 100 بوجی مثلا پیاز رو بریم در اونجا بانیم در سردخانه. او را یک بوجی 200 روپیه است. یک بوجی را 200 روپیه بخری دیگه یک سیر پیاز، ما یک تورک پیاز این سال 90 روپیه سودا کردیم که سه سیر بود دیگه. ای سرچ پورا نمیکنه. در همین حال مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ میگویند تلاش میکنند تا از دهقین به طور درست حمایت کنند و به گفته آنان به هدف حل مشکلات دهقانان به مسئولین شماری از مؤسسات هم دیدار کردند. دهقانا بینشان هماهنگ نیستند. اگر هماهنگی بین دهقانا وجود داشته باشه، کوپراتیف ها باشند که واقعا کال ما کوپراتیف داریم، نامش است دهقین، از دیگه استفاده نمیکنه. از انجمن های دهقین باشه که دهقان ها بتانه یا تجار مدیس دهقان بگیرن و یک مشکل خاصی نویسه که ما قرضه ها نداریم. اگر ما قرضه های بدون سود در اختیار دهقین قرار بدیم، بعضی دهقین علاقمند میشه که محصولات خریداری بکنه یا به قسم امانت به قسم کرایه به این سردخانه بانن. باز میشه که در موقعی ضرورت کم کم در بازار ایرا با عرضه برسان. کمبود سردخانه های معیاری برای نگهداری سبزیجات و میوه‌جات تازه در افغانستان از جمله چالش های بزرگی است که همه ساله به اندازه زیاد میوه‌جات با بهای اندک بیرون از کشور صادر می شود و یا هم به دلیل نبود امکانات برای نگهداری آن از بین می رود. کار ساخت سرک در ولایت خوست برزش 200 میلیون افغانی آغاز شده است. این سرک 7 کیلومتر طول دارد. سوی شاروالی ولایت خوست به صورت اساسی ساخته می شود. اما مسئولین می گویند که در گام نخست برای رفت آمد در این مسیر 10 میلیون افغانی به مصرف می رسد و بعد با تکمیل شدن کار اساسی آن برزش 200 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. این سرک که 7 کیلومتر طول دارد در گام نخست 10 میلیون افغانی برای تعیین مسیر روی آن هزینه می شود. اما پس از تکمیل کار آن به صورت اساسی حدود 200 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. مسئولین شاروالی خوست می گویند که این سرک 7 کیلومتر طول و 21 متر عرض دارد. نودت پروژه تقریبا 9 کیلومتر اوږدوالی لري، 60 متر یویش متر چې دغه نوی سرک په خېګه سور لري. اې دې مالی بودیجه تقریبا 200 میلیون ده چې مونږ تقریبا فل حال اې دې مسیر ته راو چې دې باندې 10 میلیون پیسې را زیاده مصرف خپل شرولین کوو. بانک مسئولین در کنار آغاز این پروژه از آغاز کار لین دوم سرک خوست گردیز خبر میدهند، اما تعهد میدهند مسیری که برای ساخت این سرک استملاک می شود در عوض برای مالکان آن مکانهای دیگر داده خواهد شد. پلیستمنی دیده نظام نه او دیام المنفعه کارونو نه قربان کردی دی خود دیده پا مقابل که امارت هم لله الحم دیدوی در غشتمنی و تپوکتو دیده استملاک پروسه به انشالله نهایی کوی. باشندگان محل با آن که از آغاز این پروژه ابراز خوشی می کنند، اما تاکید دارند که حکومت در عوض خانه ها، مارکت ها و دکان های مردم که استملاک می شود زودتر بدیلش را بپردازد.
آنان میگویند که جایدادهایشان برای ساخت لین دوم این سرک استملاک شده است و حکومت باید هر چی زودتر بدیل آن را بدهد. نو بیا اینی دا عرض کن داغا ایمونگ استداد و دا ایمونگ گفتن دو چی باید امرا اولین منگ تا براورد بکی دویم درجه که ایمونگ استملاک چی منگ مطمئن شو دا سنم چی پرچی پسار منگ تا ولی که چی باز توسی دا شای شوی مونگ دری پروژه مخالف نو گردیدو و دولت هدف کردو چه وامی تا باید توجه کیا و می اوامی زلین لست روریا و دیز حقاق کوکنه باید خواهد کار این پروژه انکشافی در ولایت خود در حال آغاز می شود که در این ولایت شمار دیگر از پروژه های بازسازی جریان دارد که شماره از آنها تکمیل و شماره هم در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. مسئولین این ولایت گفتند که در آینده پروژه های دیگر انکشافی را نیز در این ولایت عملی و تطبیق می کنند. هم چند رویداد مهم از جهان. بر اثر آتش سوزی در یک مکتب در ایالت هنان چین 13 تن جان باختند. رسانه های چین گزارش دادند که این حادثه شب گذشته در مکتب ابتدایی ینکای روی داده است. مسئولین محلی این آتش سوزی را تایید کردند اما نگفتند که در این حادثه چند تن از شاگردان جان باختند. مسئولین درباره این حادثه جزئیات بیشتر ندادند اما گفتند که تحقیقات درباره آن را آغاز کردند. تحقیقات تازه سازمان ملل نشان می‌دهد که بر اثر جنگ داخلی در جریان سال گذشته حدود 15,000 تن در شهر دافور این کشور کشته شدند. به گفته این سازمان افراد مذکور در جریان جنگ میان نیروهای واکنش سریع و اردو این کشور کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل امارات متحده عربی را به حمایت از نیروهای واکنش سریع سودان متهم کرده و گفته است که این کشور در یک هفته چند بار با این نیرو کمک نظامی کرده است. قبل از این نیز جنرالان بلند پای سودان از امارات متحده عربی به دلیل کمک با نیروهای واکنش سریع این کشور به شدت انتقاد کردند. و خبر اخیرین که سازمان ملل کشته شدن زنان در غزه را یک صدمه نسلی خوانده است. سیما باهوش رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل گفته است که در جنگ غزه در هر ساعت دو زن کشته می شوند که به گفته او ممکن در آینده زیان جبران ناپذیر برای دوام نسل فلسطینی ها باشد. وی همچنین اضافه کرده که از آغاز جنگ در غزه تا کنون 1 میلیون زن و کودک از مکانهایشان بیجا شدند. سازمان ملل بار دیگر از وضعیت بشری در غزه ابراز نگرانی کرده و گفته است که اسرائیل در ماه روان جلو 95% کمک های بشری که شامل مواد خوراکی و دوا بود را به غزه گرفته است. این در حال است که نخست وزیر اسرائیل پس از آغاز جنگ در غزه با طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت ورزیده است. سرویس خبری ما در اینجا به پایان می رسد. سپاس شما و همکارانم وقت به شما خواهش. خدا نگهدار.